بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان، من پرویز نیمی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. نام این برنامه رهایی است. رهایی منظور اینه که به امید اون روزی که همه با هم کمک کنیم و ملت ایران از دست این رژیم ظالم و شکنجه‌گر و نمیدونم کشنده حقوق بشر نجات پیدا کنند. این روزها این تروریسم بسیار قربانی میگیره در دنیا و از جمله در بلژیک و پایتخت بلژیک بروکسل هم در فرودگاه بمب منتشر شد، منفجر شد، هم در داخل مترو به صلاح بلژیک. و من تا آخرین دفعه که از رادیو شنیدم روی دو تا برادر عرب بودن که این کار کردن. ببینید این تروریست ها بر حسب یک ایدئولوژی این کار رو میکنن، پیروی از یک ایدئولوژی میکنن و اون ایدئولوژی هست که آقای بغدادی، ابوبکر بغدادی، اون ایدئولوژی رو به نام اسلام رواج میده و شروع میشه و این افراد رو مقشور میکنن. خب به جنگ ایدئولوژی با تفنگ که نمیرن، که به جنگ ایدئولوژی با ایدئولوژی میرن. البته خب ما همه میدونیم که مثلا فرض کنیم که وقتی که روس ها توی افغانستان بودن، امریکایی ها و غربی ها اومدن یک آدمی رو به نام بن لادن پیدا کردن، در خیلی باهوش زرنگ و نقشه جنگی خوب میکشه و خوب کار میکنه، بهش پول دادن، بهش اسلحه دادن، بهش آموزش دادن، گفتن با روسا بجنگ. بعد که روسا رفتن از اونجا بیرون، خب بن لادن شروع کرد با امریکایی ها جنگیدن. و همینطور در مورد همین ابوبکر البغدادی به طور کلی، من نمیگم که مثلا فرض کنه آقای اوباما، ولی به طور کلی سرمایه دارای بزرگی که غربی، سرمایه دارای بزرگی که چند ملیتی هستن، اینا اگر جهان در صلح باشه اینا سود نمیبرن، بیشتر سودشون در جنگه. ببینید چه جوری سود میبرن. مثلا فرض کنیم که یه جنگ میشه، کارخونه برق خراب میشه، بمباران میشه، نمیدونم پالایشگاه بمباران میشه، پل خب بمباران میشه، ساختمان های بزرگ بمباران میشه و غیر از این که سلاح های نظامی هم بمیره، هواپیما ها میفته، تانک ها منفجر میشه، خب همین رو بخون دوباره باید بسازن دیگه. که باید بسازن کمپانی های بزرگ، کمپانی های بزرگی که فکر نکنید که اونو دلشون برای مردم امریکا میسوزه یا حتی برای حکومت امریکا میسوزه، اونو دلشون برای هیچ که نمیسوزه، فقط دنبال پول هست. یه بیماری دارن و اون بیماری هست که دنبال پول باشن. ببینید حالا من در یکی از رادیوها شنیدم که بسیاری از میلیاردرهای جهان از جمله نوشته بود آقای بیل گیتس 99% ثروت خودش رو به کارهای خیریه وقف کرده، که این مرد وقف کارهای خیریه بشه. از جمله آقای پیر امیدیار، اون بنیانگذار ایرانی فرانسوی ایبی، از یک از طرف پدر ایرانی از طرف مادر فرانسویه و بسیار دیگه این کار کردن. منطقی یه سری مثلا که بیماری پول جمع کردن دارن، آخه این پولی که نمیتونید بخورید که این سرطان بگیرید، این پولی هیچ کدوم نمیتونید شما رو بنده نگه داره، ولی دنبال پول هم حرف ما هم نمیشتن، نصیحت پذیر هم نیستن و اینا میان این جنگ های این گروه های افراطی رو تشویق میکنن و پول بهشون میدن. البته کشور و منطقه هم این کار میکنن، عربستان سعودی هم کمک میکنه به گروه های تروریست و کشورهای شرق نشین هم کمک میکنن. خب حالا مثلا
غرب میخواد با این پدیده بجنگه. غرب منظورم اون سر اون شرکتایی که این گونه کارها رو حمایت میکنن نیست، بلکه مثلا فرض کنیم که مردمان خوشنیت بلژیک میخوان با این تروریسم بجنگن. خب همه جا رو بگیریم، همه جا رو کنترل کنیم، فلان فلان. به نظر ما باید با ایدئولوژی، با ایدئولوژی بجنگیم. جنگیدن با ایدئولوژی دو جوره. یکی دل میزنی به دریا تا به قول جیب با بیخش میری، بسه کاری که من میکنم اصلا با همه این ندارم. من میگم آقا ببینید شما آقای خانم آقای مسلمون روزی 17 رکعت نماز میخونید دیگه، 2 رکعت صبح میخونید، 4 رکعت نماز ظهر میخونید، 4 رکعت نماز عصر میخونید، 3 رکعت نماز عشا میخونید، رام رفته 17 رکعت میشه. در هر رکعتی شما سوره الحمد میخونید و میگید که مثلا خدای الحمدلله رب العالمین، خدای ما شکر میکنیم از خدای دو عالم. خب اول اینکه این گفته خدا نیست، چون که خدا خودش که نمیگه شکر میکنیم از خالق دو تا عالم، ما هستیم که میگیم از آفریننده دو عالم سپاس داریم. بعد میگیم خدای ما را به راست هدایت کن، یعنی اینکه همونطور که تو قرآن بارها گفته شده که خدا هر کی بخواد به راست هدایت میکنه، هر کی نخواد به راست هدایت نمیکنه. خب اینجا که میگیم خدا ما را به راست هدایت کن، یعنی ما خودمون بلد نیستیم راست بگیم. مگه نمیگیم نماز بخون، روزه بگیر، نمیدونم این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، اون حراما رو نکن، اون ثواب رو انجام بده. خب ما اینا رو انجام میدیم ولی هنوز به راست نمیریم، مگه اینکه خدا ما را به راست، خدایا ما را به راست هدایت کن. نمیدونم میتونم بگم یا نمیتونم. ببینید یعنی ما خودمون خود به خود به راست نمیتونیم بریم، هرچی واجب انجام میدیم، هرچی حرام ازش پرهیز میکنیم، ولی با این وجود ما خودمون نمیتونیم به راست بریم. هر روز 17 بار میگیم خدایا ما را به راست هدایت کن، و بعد میگیم به راه راست هدایت کن که به اونایی که انعمت علیهم دادی، اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم، ما را به راه راست هدایت کن که به اونایی که انعمت علیهم دادی، غیر المغضوب علیهم، نه به راهی که به اون مورد غضب قرار گرفته و آن نشان دادی. یعنی ما هر روز به خدا میگیم ما شکرت میکنیم، ما را به راه راست هدایت کن، به راه راست هدایت کن که به دوستات نشون دادی، به راه راستی که اونایی که بعدت میامد دوست دادن، نه انت به راه راست هدایت کن که به اونایی که نعمت دادی نشون دادی، به راه راست به راهی که به اونایی که غضب کردی نشون راهنماییمون نکن. ببینید اینا رو بذارید دو بالا. ببینید اولا که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، یعنی این گفته خدا نیست، خدا که به خودش نمیگه من از تو سپاس گذارم که از خودم سپاس گذارم، که هیچ وقت هیچ موجودی میتونه بیاد بگه من از خودم سپاس گذارم، ما این که به خدا میگیم ازت سپاس گذاریم. بعد هم میگیم ما را به راه راست هدایت کن، راهی نشون بده که به انعمت علیهم دادی، راهی نشون نده که به مغضوب علیهم دادی. یعنی به خدا میگیم خدا تو اول درود دورنگ و حقبازی هستی، بعضی بندگان تو خوشت میاد ازشون میگی برو، مثلا یه نفر میگه جلو خدا رو ببین برو این راهی، این راه حرام تعلیمه، یکی میگه جلو برو این راهی، این راه مقلوب علیمه. شما اگه برید پلی مثلا فرض کنیم که معماری بگید برای من خونه بساز، خونه بساز که محکم بچه، نه این که مثل خونه که سر اون بچه ها خراب چه چیتانم و بردن ها اونجوری نسازی ها، یه خونه بسازی که برای بچه خواهر ساخت خیلی محکمه. میاره میگه ها مرد که پاچه برو بیرون، مگه من خونه خراب هم میسازم، مگه من خونه ضعیف هم میسازم، معنی خونه هایی که میسازم خوبه مقاومت میکنه، یه توفان بچه هایی من بردن خونه ها خراب میشه. خب این بعد میتونی بگی آه شما برید قرآن بخونید، من باید این سوره کهف رو یه بار براتون بخونم، از اول تا آخرش خندتون میگیره.
خدا میگه که من این هفت نفر، اول اینکه خدا میگه که این من نمیدونم، پیغمبر میگه نمیدونم که اینا 3 نفر بودن یا 5 نفر بودن یا 7 نفر بودن. ای بابا، تو از قول خدا داری میگی تو یک کاری یک ادعا آدم خوابیدن، بعد میگی نمیدونم 3 نفر بودن یا 5 نفر بودن یا 7 نفر بودن، بعد میگه که هیچ کس نمیدونه من چقدر خوابیدن، ولی 139 سال حالا عدد چه نمیدونم 300 خورده ای سال خوابیدن. بعد میگه که ولی شما فکر میکنید که اونا زنده هم، ولی اونا زنده نبودن، من اونا رو این برور میکردم. میدونی معنی نیست تو خواب آدم رو قلط میزنن؟ آقای محمد میگه که خدا اینا رو این برور میکرد. خب مگه ما تو خوابیم یه نفر میان ما رو این برور میکنه؟ اینا که خواب بودن قضا نمیخواستن، عقل آقای محمد نمیرسیده که آقا 300 سال که نمیشه یه مردم بدون قضا بدون آب زندگی کنن که. در موقع خوابم خب این چیزهایی که اون موقع نمیدونستن در موقع خوابم یه سری کاره انجام میشه، آدم نفس میکشه، آدم قلبش کار میکنه، دستگاه تنظیم حرارت بدن کار میکنه، حرارت بدن رو 37 درجه میگنه دیگه، اگه سرد بشه سوخت و ساز میکنه تا به این برسه، اگه گرم بشه عرق میکنه تا به این برسه، این همه کاره، برای این کار انرژی لازمه. خب وقتی یارو 300 سال خوابیده خب چجوری میشه؟ بعد حالا آخرش اصلا یه چیزی میگه که اصلا به اینه مربوط نیست، میگه که رفتش دنبال خورشید ببینه کجا غروب میکنه، رفتید خورشید رفت توی یه چشمه‌ای که آب تیره و گلالودی داره رفت اون تو. ببینید آقای محمد فکر میکنه خورشید منظور تو بسکته، بعضی ممکنه که من میگم شما بعضی چیزا رو تکرار میکنید. شما چند دفعه به عمرتون جریان کربلا رو امام حسین شنیدی؟ خلاص بوده که این قاضی کنه بگید چند دفعه به عمرتون رو نشنیدی؟ چرا اعتراض نکردی که تکرار میکنی؟ خب ما باید تکرار کنیم که اون اثرای زنگ از دو مقصد پاک بشه دیگه. پس من از یه قبل گفتم که توپ رفته تو چشمه، محمد فکر میکنه خورشید در روی توپ بسکتبال که میریم تو چشمه آب، اینو بازم میگم آره آیه 85 تا 90 سوره کهفه. خب منو اگه بچه بودم درس نخونده بودم باور کنید که به من میگفتن خورشید چقدر، من گفتم اینقدر، چون که نگاه میکردم اینقدر میدیدم. من اینه گفتم من کوچی که بودم هواپیما رد میشد میگفتن تو این مثلا ممکنه که الان 50 نفر میشستن، برای این گفتم آقا این که اینقدریه که این 50 تا آدم رو کوچیکشون کردن گوشتن اون تو، چجوری آقا تو چیزی اینقدری که 50 تا آدم جا نمیشه که، برای که قدرت تصورم در حالت بچگی این نبود که این جسم بسیار بزرگ من از دور اینقدر کوچکش میبینم. به قول خواننده امریکایی اومده اینجا رادیو جوک میگفت، بعد گفتش که من برای من که گفتش که من یه روز واسه بگم یه چیزی یک کسی از دور میاد قدش اینقدره، بعد یه مقدار اومد جلو بیان قدش اینقدره، بعد دوباره اومد جلو بیان قدش اینقدره، بعد اومد جلو جلو بیان این یه سرخ بوسته، بعد رفقش که خود چرا با تیر نزدش که خود دیگه باش آشنا شده و وقت اینقدر بود من میدیدم نمید جلو. حالا در واقع اون کسی که رشد و نداره اون آدم رو سر کوه اینقدر میبینه میفهمه که آدم درشندانیه و میفهمه که چجوریه، ولی خب اگر مثلا فرض کنیم که نشناس آدم رو سابقه نداشته باشه اونجا یه اتومبیلی که تا حالا اتومبیل ندیده اونجا یه اتومبیله ببینه فکر میکنه قد کبریته. بعد به این تموم میشه که میان پلوی این آقا میگن که اینجا میگه که میگه که رسیدن به آدمایی که زبان بلد نبودن نمیشد باشون حرف بزنی. حالا اون آدمایی که زبان بلد نبودن نمیشد باشون حرف بزنی به من گفتن که یه اون بالاتر یه قومیه به نام یعجوج و معجوج،
توجه میکنی چی میگه؟ میگه اول میگه که این آدم ها نمیتونن حرف زدن، حرف زدن بلد نیستن. بعد میگه این آدم هایی که حرف زدن بلد نیستن به من گفتن که اون بالا یک آدم هایی، یک موجودات خیلی گنده هستن، یعجوج و ماجوج. یک کاری برای ما بکن. گفتم چیکار کنم؟ گفت یک سدی بساز که اونا نتونن. اولا که خب آخه سد جلو آب میگیره، جلو آدمی که نمیگیره. خب آدم از این ورز بدنی کوی میره بالا، از اون میره پایین. من باید اینو باید بخونم که چقدر واقعا قد بودم. حالا گفتم مبارزه با ایدئولوژی تو اینطوریه، یعنی ور میداری به ریشش میزنی. یکی نه، نمیخوای خودتو درگیر کنی، نمیگه آقا تو قرآن نوشته که آزار رسیدن به تن، هر کسی به تن خودش آزار برسونه گناهکاره، پس اینه که قطع انتحاری میکنن همیشه گناهکاره، چون که در قرآن گفته که کسی به تنش آزار برسونه گناهکاره. بعد هم میگی در قرآن گفته که اگر یک آدمی مرتکب قتل نشده باشه و شما اون آدم رو بکشید، گناهتون اینقدر زیاده که انگار همه مردمان رو کشتید. ببینید تکرار میکنم، در قرآن هست، من پیدا میکنم برزو میرم. میگه که اگر شما دست به قتل کسی بزنید که اون آدم مرتکب قتل نشده باشه، یک آدمی که قاتل نیست، یعنی قاتل رو بکشید اب نداره، اما یک آدمی که قاتل نیست اگر شما اون رو بکشید، مثل اینه که همه مردمان دنیا رو کشید. اصلا هم نمیگی که اون آدم مسلمان باشه، مسیحی باشه، کلمه باشه، بیدین باشه. میگه اگر یک کسی مرتکب قتل نشده و شما اون رو میکشید، گناهتون اینقدره که مثل که همه مردمان رو کشید. خب این افرادی که میرن توی فرودگاه با میزنن، اون افرادی که اونجا کشته میشن، اونا که آدم نکشته بودن قبلا که، پس این آدم مرتکب این جنایتی شده انگار همه مردم ها رو کشته. یعنی شما میتونید از خود قرآن با این ایدئولوژی بجنگید، یا اینکه اصلا با ایدئولوژی اصلا اپایش بزنید، ولی اینا نمی کنن این کار. من نمیم چرا نمی کنن، واقعا من سوال مرام هست. خود اینه که من گفتم شما فکر میکنید مثلا کارشناس های حتما بکنید که در امریکا و در غرب کارشناس قرآن هست، مسیحی هستن که دینشناسن، دینشناسی خوندن و کارشناس قرآنن، قرآن از من شما بهتر میدونن، چرا اینا رو نمیگن؟ پس معلوم میشه میخوان اینا همینطور این قتل و این کشتار باقی بمانه، جلوش نمیخوان بگیرن. اگه میخواستن بگیرن که آسون بود گرفتنش کن. میگن با ایدئولوژی، با ایدئولوژی مبارزه کنن. اون کسی که مخصوصی شده، آماده شده که برای یه بمب بذاره، یه در بکشه و خودشان بکشه، شما بهش میگید آقا به موجب فلان آیه قرآن، سوره فلان، آیه فلان، هر کی به تن خودش آزار برسونه گناهکاره. پس میگه ای، پس اینکه میگن میری بهش، دروغ میگن، خود قرآن میگه گناهکاری. اون یکی رو بیان نشون بده میگه ای من آدمی که آدم کش نبوده بکشم، مثل که همه آدما رو کشتم. این شوشجو نقدی پاک میشه دیگه. خب حالا بریم سر من. یکی از سروران به من گفتش که مدیات میگیرم از شما. من خودم میخونم، هرچی جالب باشه از توی کتاب، از توی مجله و روزنامه یادداشت میکنم یا میارم برای شما، برای خودم هم تکرار میشه، خودم هم بهتر یاد میگیرم چون دو دفعه میخونم، برای شما میگم دیگه. ببینید این آقای خامنه‌ای هیچ سیاست، من نمیم تا حالا چجوری مونده این رهبر ایران مونده، من نمیم چجوری مونده. اینجا نوشته که مقاله قول ایشون، کاش که این نوشته من نشون میدونم، بله حالا میارم دوباره نشون میدم. مجله ایرانیان واشنگتن که در واشنگتن چاپ میشه اینو نوشته آقای
تقی مختار. ببینید نمیشه خامنه ای میگوید نبودن نسبا و یزدی برای مجلس خبرگان خسارت است. ببینید اون جنایی که بهشون میگن اصلاح طلب، حالا بعضی میگن میگن که اصلاح طلب ها برای من که رژیم رو حفظ کنن، عمری برای رژیم گیرن. به هر حال همین که من این سر کار این خامنه ای ضعیف میشه و ضعیف شدنش دیگه به قدرت بر نمیگره، ضعف ای میره پایین تره، ای میره ضعیفتر 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 میشه. و ما معنی میخواد میخواد ضعیف ضعیف بشه تا اینکه پیفته دیگه. الان صحبت میگن جبهه ملی ها میخوان با نهضت آزادی مشترکن تظاهرات را به نظام حزب درست کنن. خب جبهه ملی ها که آخوند نیستن که، الان نهضت آزادی آخوندن، ولی جبهه ملی ها نهضت آزادی ها تازه فوک کراواتی هن امامه دار که نیستن که، ولی جبهه ملی اصلا ذاتن جبهه ملی اصلا میشه گفت سکولاره. خود آقای دکتر مصدق دکترای حقوقش رو گرفته، تز دکترایشو در این گرفته که ارث در اسلام چجوریه و انتقاد کرده به ارث در اسلام. و وقتی که میاد ایران یک عده آدمای متأثر مذهبی میگن این کافره، میخواستن دکتر مصدق رو در همون جوانی که تازه اومده بود ایران بکشنش. آقای دکتر مصدق دو تا گارد استخدام میکنه، بادی گارد استخدام میکنه که همیشه دنبالش میومدن آدمای قوی کلی که کسی خواست بیاد مصدق بکشه اونا دفاع کنه. و خب چهار تا آورده دیگه دنبالش نگرفتن، وگرنه اینطوری بود آقای کسروی رو توی دفتر دادستانی، دادستان برای ادای توجیهاتی ایشون رو خواسته بود، ایشون با دستیارشون که هر دو هم مسلح بودن دولت به اینها اجازه داده بود که اسلحه کمری به قول افغان ها تفنگچه داشته باشن. اینا هر دو تا تفنگچه داشتن. آخه ما نمیدونیم چی را بگیم، هفتیر بگیم، شیشلون بگیم، کلت بگیم، نمیدونم افغان ها میگن تفنگچه، یعنی اون یکی تفنگی که بزرگه که میگن تفنگچه. امریکایی هم میگن هنگان، تفنگ دستی، برحال از اونو داشتن، ولی فرصت دفاع نمی کنه. اون زاربین و قاتلین میرزن ناگهان با چاقو تا اونو تکن بخورن با چاقو لطو پارسی میکنن، بعد هم میان بیرون، بعد هم هیچ کس کارشون نداره. دولت اونقدر ضعیفه که جرأت نمی کنه به این تداعیان اسلام بگه آقا آدم کشی چه من بیرون بگیرم اتون. حتی قاتل رزماره رو مجلس مجلس شورای ملی ایران در زمان مصدق، البته نمیگم آقای مصدق این کاری کرد، مجلس این کاری کرد، مجلس شورای ملی ایران که آقای آیت‌الله کاشانی در اونجا خیلی نفوذ داشت، قاتل رزماره رو بخشید و آقای کاشانی پشت سر گفت فرزندم فلان فلان فلان، البته بعدا گرفتن کشتن. آقای خامنه‌ای اینقدر ضعیفه که اظهار عجز میکنه، از در دل مردم اظهار عجز میکنه، میگه نبودن محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، نبودن اینا در مجلس خبرگان ضایع است. در حالی که آقای خامنه‌ای بود گفت من تبریک میگم به مردم و من به این روحانی عزیز تبریک میگم، اینا دیگه خسته شده بودن، این مقدار استراحت لازم دارن. نیروهای جوان آمدن، این یوم الله است که نیروهای جوان آمدن در مجلس. اون اینطوری میگو سه دفعه فرستاد آقای خمینی که جلوی اشغال سفارت امریکا رو بگیرن، دیگه تعریفشون نمیشه دارن میگیرن. گفت یوم الله هست، برید با تلویزیون خبر را به همه جا مخابره کنید، این یوم الله هست، گرفتن سفارت یوم الله هست. آقای خمینی اصلا قصدش این بود با 150 میلیون دلاری که آقای کارتر بهش کمک کرده بود از اونجا راه افتاد. البته خیلی ها دیگه کمک کردن، ولی یکیش حالا ما میگیم یاسر عرفات 250 میلیون دلار بهش قرض داد، لیبی یه مقدار زیادی پول داد، همه کشورهایی که با شما مخالف بودن بهش کمک کردن. ولی وقتی اومد قصدش این بود که
با آمریکا نزدیک بشه. من خودم به گوش خودم سخنان مجلس یه زمانی تو رادیو پخش میشد، نه اوائل انقلاب آزادی زیاد بود. بعد آقای بازرگان اومد گفت من شخصا رفتم پلی رهبر، گفتم نظرتون در مورد رابطه با امریکا چیه؟ اولا آقای بازرگان خیلی بی حال شل بودی، تو خود تو نخست وزیر بود، تو باید تعیین میکردی که چه جوریه. رفتم پلی رهبر گفتم نظرتون در مورد رابطه با امریکا چیه؟ آقای رهبر یعنی آقای خمینی گفتم که جنب عمومی رو آماده کنید بعد رابطه برقرار میکنید. ببینید آقای خمینی مرحوم محبت های امریکاست دیگه، اومده به آقای بازرگان نخست وزیر میگه جنب عمومی رو آماده کنید ما رابطه برقرار میکنیم با امریکا. وقتی آقای خمینی میگه جنب عمومی رو آماده کنید رابطه میکنیم با امریکا، خب وقتی من میشنوام تونون این قلب سران حضب دیده نمیشنوان، من که دم گوشم نرفتم میکروفون مخلوع کنم، بلند گفتم توی رادیو من شنیدم. خب حتما رهبران حضب دیده هم شنیدن، زنگ زدن از ارباب کس دستور کردن، ارباب اینجوری شده چی میگی؟ ارباب دستور دیده یک کاری کنه که رابطه هیچ وقت برقرار نشه، چیکار کنیم؟ به این امریکایی رو دستگیر کنیم. اگر دولت مخواد مداخله کرد دولت امریکا چی؟ دولت امریکا بکشید امریکایی رو، دولت امریکا بجنگید. من یه بیست تودهی داشتم میگفتش که ما خونمون پدرم بنا برد شبانه تای دیوار خونمون یه دیوار رو دیگه کشید که بین دیواره بین خونه یه مقدار وقتی تایی مثلا فرض کنید که مثلا 20 سانت مونده به دیوار تایی اتاق یه دیوار دیگه کشید، یعنی در پشت این دیوار یه فضای خالی بود، اونجا اصله مخفی کردیم، به اتاق رنگ کردیم، نقاشی کردیم، ثبیت کردیم، حکیم آمد بمیفهمه که اون پشت یه دیوار دیگه است، یه فضای بسته اونجاست که هر وقت لازم شد این دیوار رو بشکافیم و اصله ها رو در بیاریم. خب میتونستن بجنگن از که داشتن که اینا زمان رویداد 25 مرداد یا 28 مرداد هم اینا داشتن، ولی اون موقع آقای کیانونی میگفت ما آماده نیستیم حکومت رو دست بگیریم، باید یه مدت طول بکشه و میخواستن مصدق ای ضعیفش اونا به زمانشون برسن. حالا به هر حال این از ضعف آقای خامنه ایست که میگه که این نبودن این دو نفر برای مجلس خبرگان خسارت است. البته اون چیزی که اونا میخوان خسارته، بلکه این دو نفر دو تا آخوند قشری بسیار متأثر وحش بودن. البته بعضی میگن کسی که بیاد ممکنه از اینا بدتر باشه، میگن اگه آقای خامنه‌ای مثلا بره یکی دیگه جاش بیاد از اینم بدتره. مثلا نمیخوایم کسی که آقای خامنه‌ای بیاد، ما میخوایم ولایت فقیه اصلا تموم بشه، بسته بشه. ولایت فقیه چی؟ مگه ما صغیریم که ولی برای ما میاری؟ مگه این همه سال از سالی که ایرانی ها اسلام آوردن این 1400 سال گذشته اینا همه کارشون خلاف بوده چون ولی فقیه نداشتن، ولی فقیه حالا پیدا شده؟ تیتر مقاله از مجله زن و روزه، من روزار میکنم که شما ببینید. ما دروغ میگفتیم، ما دروغ میگفتیم. حالا بعد تو میخونم مسلمون انا تنها چند اعتراف از بین صدها اعتراف انقلابیون مخالف حکومت پهلوی، یعنی صدها اعتراف شده، این چند تاش انتخاب کرده این نویسنده کتاب اومده. عزت الله صحابی
برنامه‌اشات به نفع ایران بود و ما متوجه نمی‌شدیم. اکبر گنجی، ما دروغ می‌گفتیم. ما به دروغ می‌گفتیم حکومت شاه 150,000 زندانی سیاسی دارد. ما به دروغ می‌گفتیم حکومت شاه دکتر شریعتی را کشت. همه این دروغ‌ها رو گفتیم، آگاهانه هم گفتیم. حالا علی شریعتی در ایران که نمرد، که در خارج مرد، چون من در فرانسه مرد. دو تا دختراش قرار بود سوار هواپیما بشن برن فرانسه. هواپیمایی که قرار بود دخترش با اون بیان اومد توی فرودگاه نشست، دخترش نیومده. ایشون هم توی بیمارستان بود، یعنی یه مشکلی برای پیش اومده توی بیمارستان بود. توی بیمارستان اینقدر سیگار کشید و اینقدر قصه خورد و اینقدر اعصابش داغون شد که مرد. احتمالا سکته کرد، احتمالا نشیم. میگن یه ظرف بزرگ که اینقدری پر از سیگار بود، پر از آشغال سیگار بوده. خب آخه اگر ساواک میخواست اینو بکشه، خب تو ایران که بهتر میتونست بکشتش که. ساواک بذاره این بره فرانسه، مریض بشه بره تو بیمارستان، بعد ساواک یه نفر بفرستاد تو بیمارستان فرانسه اینو بکشه. خب اگه معلوم بشه این لو بره چی؟ و زمان تازه کشته بشه بعد مرگ کالبوچه کافی میکنه، میفهمن برای چی بوده. خب اگه بفهمن یه نفر اومده سم بهش تزریق کرده، خب میگن یه نفر اومده سم بهش تزریق کرده. هما ناطق، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. وی در مقاله به شدت به انتقاد از روشنفکران و خودش در انقلاب سال 75 میپردازد. دکتر اسماعیل خوی در پیشگاه ملت بزرگ ایران از بدیهایی که در حق خانواده پهلوی کردم صمیمانه عذر میخواهم. همچنین از شهبانو، از شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی بارها و بارها معذرت میخواهم. این اول انقلاب که بود دانشجوها هنوز زیاد تو این قضیه نبودن. آقای دکتر اسماعیل خویی که اون موقع چپی سفت و سخت بود و با آقای پرویز قلیچخانی که اونم چپی خیلی سختی بود راه افتادن. ایشون شاعر بزرگی کشورمون، اونم گل سرسبد فوتبالیستای کشورمون، رفتن توش همه جا شعار بر علیه شاه دادن و بدی‌ها رو گفتن. محمد نوروزاد، من یک پوزش‌خواهی بزرگ به پیشگاه رضا شاه کبیر و فرزندش بدهکارم. عماد الدین باقی، آمار قربانیان دوره شاه دروغ بود. کیانوری، محمد مسعود را ما کشتیم و انداختیم گردن شاه. محمد مسعود یه روزنامه‌نگاری بود، خیلی لحنش تند و پرخاشگر بود و به دربارم گاهی وقتا میتاخت. یک کتابی نوشته بود، رفته بود خلاصه توی شهرنامه و تو فاجعه زندگی اونا رو نوشته بود که اینا چی بودی هم فلان هم اینا چیزی که مثلا مردم دیگه جرات نمیکردن بگن، ولی ایشون میگفت. یه دفعه دیگه با قوام دشمنی کرد، اینشون رئیس روزنامه بود، خوان نخودسازی بود، با هم در افتادن. آقای محمد مسعود تو روزنامهش نوشت، من حالا عددی یادم نیست، مثلا گفت من 1,000,000 ریال، حالا 1,000,000 ریال موقع میشد 100,000,000 تومان خیلی پول میشد، من اینقدر پول میدم کسی قوامو بکشه. البته خب این کار خیلی بده، اصلا غیر قانونیه، ولی خب ایشون اینجا نوشت. من کپی نوشتهشو دارم اگه لازم باشه میدونم نشون میدم. برای محمد مسعود کشتن. از فرم کشتن معلوم بود که یه نفر باهاش آشنا بوده، اومده صحبت کرده و وسط صحبت تیر زندگی کرده کشته. و برنامه این کار رو آقای خسرو روزبه رئیس بخش نظامی ازبتوده بود، خودش افسر بود. خسرو روزبه هم آدم بسیار مخ بسیار خلاقی داشت، مثلا درباره آموزش شطرنج کتاب نوشته بود و خیلی
آدم پیشرفته بود، خیلی اطلاعات بسیار زیادی داشت، ولی خب دیگه توده‌ای شده بود دیگه، محمد مسعود کشت. مهدی هاشمی شمس‌آبادی را کشتیم و انداختیم گردن شاه. حمزه فراحتی فعال سیاسی و همراه صمد بهرنگی، بهرنگی جلوی دیدگانم غرق شد و ما به دروغ گفتیم کار سالاک بوده. خب من یه مقاله از آقای مهدی قاسمی اون دفعه خوندم، یه مقداری حالا ادامهش خواهم داد، ولی از روی اینم بگم بریم سر اون. ببینید یه مقاله است درباره تیترش اینه وضعیت اضطراری بین المللی، وضعیت اضطراری بین المللی ویروس زیکا جهانگیر می شود. حالا یه تیکی از این مقاله رو خوندم، اینه توجه کنید خواهش میکنم، بالاخره هر صدا یک صداست، ده تا صدا قوی تر یک صداست، صد تا صدا قوی تر ده تا صداست. بگید تکرار کنید، هم متخصصان بیماری های ویروسی و هم تحلیلگران محیط زیست متفق القول بر این باورند که خرابکاری های فزاینده انسان در طبیعت سبب برهم زدن چرخه بسته این حشرات در میان جنگل های بکر و مراتع شده است. در واقع جنگل زدایی فزاینده و رشد شیره کننده 450% قطع درختان در امریکای لاتین در سالهای اخیر و پوشش کم ارتفاع گیاهی و گسترش زمینهای کشاورزی و درون شهر و درون شهرها و از این طریق آلودگی آبها با پساب کشاورزی بستر مناسبی برای یورش این حشرات موذی به شهرها فراهم آورده است. حشراتی تشنه مراتع مرطوب و آبهای کثیف. از سوی دیگر روند فرایند گرمایش جهانی و افزایش تدریجی میانگین دما در مناطق خاص مثل امریکای لاتین موجب شده تا تولید مثل حشراتی از قبیل زیکا سریع‌تر و بیشتر شود. از این جهت گسترش ویروس‌های مانند زیکا عمیقاً به تغییرات اقلیمی وابسته است. حتی میدونید زیکا چیه دیگه؟ زیکا یه بیماریست، یک پشه انسان رو نیش میزنه زن حامله رو، یعنی اگر یک پشه زن حامله رو نیش بزنه اون ویروس زیکا که در بدن اون پشه هست میره داخل بدن. ببینید این بیماری رو انگار مهندسی کردن، اصلا بیماری معمولی نیست. پشه نیش میزنه، نیش ویروس میره تو بدن شخص، ویروس میره جنین رو روش کاری میکنه که مغزش کوچیک بشه، نه مادره رو میکشه نه بچه رو میکشه، یه کاری میکنه که جنین داره مغز کوچیکی تو. اسم این بیماری میگن میکروسوفالی، سوفالی یعنی سر، البته با اون سوفال فارسی تو من نشه، میکرون که یعنی کوچیک دیگه، میکروسوفالی یعنی سر کوچولو، بیماری که بچه سر کوچولو. خب سر که کوچیک شد در نتیجه مغز کوچیکه دیگه، مغز کوچیک شد اون کارهایی که بشر این روز قادر به انجامشه دیگه انجام نمیتونه بده. در نتیجه مثلا کار کردن با فرض کنیم که کامپیوترها، حالا کار کردن نه، برنامه‌ریزی کامپیوترها که برنامه رو بریزید که چیکار بکنه و ساختن بازی های سافت‌ورهایی که اینا درست میکنن و بسیار کارهای فنی که احتیاج به کارهای مغزی پیشرفته داره ممکن دیگه اصلا جلوش گرفته بشه. البته من دو تا کتاب نوشتم،
توی سرزمین عقاب ها یکی پرواز. در سرزمین عقاب ها بسیاری این بدی ها، البته در قالب یک قصه است، یه مردی از خواب بیدار میشه میبینه که یک محیط غیر عادی فرق داره جاش، بعد یواشاش میبینه یه خانوم اومد پرستاریش میکنه و دکتریش میکنه، بعد مثلا وقتی که فرض کنیم که خانوم داشته سری نمایانه میکرده این خانوم ها رو دید میزده، خانوم ها دیدین که چشایی نمیدونه میگفته این از این کارا نکن، هیزبازی اینجا در نیار، بعد این حیران میشده که من که چشم پایین بود کلم پایین بود چطور بفهمید، مثلا از این جنسی ها. بعد در حال اینا با هم آشنا میشن، بعد تو اون سرزمین میمونه، بعد میگه که مردمان اون سرزمین بهش میگن که ما در این سرزمین موندیم، از اینجا میریم و جلوی کارهای خرابکارانه بشر رو میگیریم. خب من قصدم بود یک کتاب دیگه بنویسم، یه دو سه دفعه نوشتم تا نصفه، ولی دلم دل سرد بودم دیگه، چون کتاب اولم خیلی تشویق کردن و خیلی تشویق کردن. خب من برای اون نویسندگان و دستندرکاران و رسانه ها اونا که میشتاختم من مجانی فرستادم و خوندم و تشویق کردن، از جمله آقای دکتر صدرالدین الهی که استاد ادبیات روزنامه نگاریست، یعنی در واقع استاده، بعضی علکی استاد میگن به من، جای بعضی میگه استاد، من میگم خب من استاد قبول استاد، ولی من استاد چی هم بگیرم خودم بفهمم استاد چی هم، ولی دکتر صدرالدین الهی استاد روزنامه نگاریست، یعنی توی دانشگاه که روزنامه نگاری و نویسندگی درس میدونه ایشون اونجا تدریس میکرده، رفته بود خارج درس این کار خونده باشه. برای من نوشت که در این که نوشته ای تو در ادب فارسی بی نظیره، ببینید خیلی ها، نوشته ای تو یعنی پرویز مینی در ادب فارسی بی نظیره، فقط ناصر خسرو قبادیانی کم به چر تو این زمینه گفته، میدونید، ولی من قصص همشه ها، عاشق اون شد اون رفت اونجا اون نمیدنه فلان کرد اون یواشکی این کار اون هم از اونجا رفت اونجا اون آخونده اینی گرفت اونطوری کرد اینطوری، ولی ضمن قصه مبارزه با بدی ها و زشتی های مردم است که روی زمین کار ضد محیط‌زیستی میکنن. پس من یه قصه دیگه ای توی ذهنم میگم دوستا به نوشتم، من پایانش ندادم، اسمش بود گرما در ماه گل در کویر. یک دختر دانشجوی فیزیک فضایی یا مکانیک فضایی که سیاره ها اینا رو چیز میکنن مطالعه میکنن، در یکی از مطالعاتش متوجه میشه که در سطح کره ما یک جای کوچولی هست که این جای کوچولی گاهی گرمتر از بقیه جا هست گاهی سردتر، منظورم بگم یعنی مثلا ما قدیه، خب اون طرفی که به خورشیده معلومه که گرمتر از اون طرفی که پشت به خورشیده دیگه، ولی این میگه که اون طرفی که رو به خورشیده یا پشت به خورشیده فرق میکنه، یه نقطهش هست که اون یه نقطه از بقیه جا گاهی گرمتره گاهی وقتا همدمای بقیه جا هست، و خب دنبال این میرن دیگه. بعد داستان میگه میگردن که چی بوده، بعد میرن گل کبیر پیدا میکنن و بعد متوجه میشن یه تیکه از کبیر مثلا سایه است، و خب همشون چیزی است که من درسته که دانشمند مثلا موشکهای کشتی بزن نیستم یا متخصص موشکهایی که هواپیما رو دنبال میکنه میزنن نیستم، ولی با آشنایی که داشتم مطالعه کردم از اونها یه چیزایی گرفتم. اولش هم میگم که این چیزی که من میگم 100% ممکنه با علوم و صنعت امروزی جور نباشه، ولی این دیده میزنه. در اونجا راههایی برای جلوگیری از گرمایش زمین پیشنهاد میشه، ضمن قصه ها، ضمن این که ماجرا به ایران میکشه درگیر میشه اون دختری که اونجا دختری زیبا و فعال دانشجویی بوده، مثلا فرض کنید که در ایران آخونده ازش توقعاتی دارن، خواهی همینطور پیش میره، زمین راه مبارزه با گرما پیشنهاد میشه. مثلا به عنوان مثال یک راهش اینه که مثلا سقف خونه ها رو با یک پوششی بپوشونن که روش یک رنگ فلزی پاشیده بشن که این رنگ فلزی نور آفراب رو منعکس میکنه
طوری منعکس میکنه که از جو زمین خارج بشه. الو الو، درود بر شما. بینندگان عزیز، آقای ناصر توکلی روی خط هستن. من در اینجا بایزه آقای توکلی لازمه که از آقای امید امیدوار که برنامه رو در اتاق فرمان در واشنگتن میگیرن و پخش میکنن سپاسگزاری کنم. از آقای ناصر توکلی که در رادیو ایران در هوستون برنامه رو میگیرن و همزمان پخش میکنن تشکر میکنم. از جناب پارسا سربی مدیریت مردم تیوی که لطف میکنن برنامه رو میگیرن و پخش میکنن و روی یوتیوب میزنن و تکرار میکنن سپاسگزارم. و از آقای میزاقا عسکری مانی که منو دعوت کردن به رادیو مانی و اونجا برنامه منو پخش میکنن سپاسگزارم. اگر هر کس بخواد به اصطلاح برنامه آقای ناصر توکلی رادیو 24 ساعته شو ببینه، باید بره www.k که علامت همه رادیو هاست، بعد بزنه چون رادیو ایران هستون تگزاسه، پس RIHT بعد .com یا .co میتونه از برنامه ایشون استفاده کنید. آقای ناصر توکلی هم سال نو رو تبریک میگم دوباره، البته همین که خوش آمدید به برنامه من. من هم به همین مناسبات زنگ زدم که خدمت شما و تمام دوستان، شنوندگان، بینندگان سال نو رو شادباش بگم. جناب امینوی، ما قرار بود که داشتر نوروز به تلویزیون تو رو روی ستلایت بزنیم، از بس که جناب توکلی این صدای رادیوتون سرزوش زیاده ها. من صدای رادیو ندارم، رادیو رو خاموشی دارم. مرسی، خیلی ممنون. بخواهم بزرگتون که از بس که دوستان کمک مالی کردن دیگه ما واقعا عاجز شدیم از جمع جور این رایی که شنوندگان و بینندگان کمک های مالی که می کنند و می خواهد بله توی ستلایت بریم. من نمیدونم چرا بایستی دوستان بشینن و فقط دوسته نفر وقت درجید کنن و این کار رو بکنن. چرا اگر اطمینان دارن که این رادیو و تلویزیون و برنامه هاش به درد میخوره و میهن پرستانه هست، چرا دستی درجید نمی کنن کمکی بکنن؟ آقای امیدوار که جیبی نلخته برای این کار که تلویزیون روی ستلایت ببره و درآمدی داشته باشه. خودش هم کار که میکنه از جیب خودش هم برای این کار میذاره. اینه که من فقط زنگ زدم به دوستان بگم تنها تلویزیونی که واقعیات رو میگه، تنها تلویزیونی که به درده واقعا رهایی مردم ایران میخوره این تلویزیون ایتو هست. دست روی دست نگذارید، هر کاری از دستتون ساخته هست انجام بدید تا این تلویزیون رو آقای امیدوار بتونن ببرن روی ستلایت. ما خیلی سپاسگزار خواهیم شد. تلفن ها رو من اعلام میکنم، اگر دوستان خواستن همین الان هم زنگ بزنن به آقای مینویی 281-835-363. یک بار دیگه میگم 281-835-363. اما این توکلی یه سوال ازتون بکنم، اینا رو از حفظ میگید یا از رو نوشته میخونید؟ من 2000 شماره تلفن از حفظ نمیخونم. آقای ناصر خان توکلی، من شماره تلفن منزلمون حفظ نیستم. من باور کنید 2000 شماره تلفن از حفظم. حالا چجوری؟ من این مغز من مثل کامپیوتر کار میکنم. مثلا تلفن آقای سوربی مردم تیم تیوی رو که من اینجا رو بچشم از حفظم. 703-957-6150 703-957-6150 یا تلفن ای تو تیوی رو چند شمار
آورده میگن یادداشت کنید و زنگ بزنید و کاری انجام بدید. شماره تلفن آقای امیدوار هست 703 اریاکود 703-655-5268 703-655-5268 تلفن آقای سیاوش لشکری. برای اینکه این نشریه بیداری رو داشته باشید لازم هم نیست که اول پولی بفرستید، این نشریه رو بگیرید. اگر دوست داشتید برای که نشریه سر جاش بمونه کمکی بکنید اون یه چیز دیگر، به آقای سیاوش لشکری زنگ بزنید با شماره تلفن اریاکود 858، شماره تلفن 320-2013 858-320-2013. واقعا حیفه که این نشریه بیداری در خانه شما نباشه. اگر پرسشی با من دارید میخواد شما تلفن رادیو را اعلام میکنم. حتما 713-485-4300 ولی تلفن آقای امیدوار رو یادداشت کنید، زنگ بزنید یک کاری انجام بدید. 703-655-5268 703-655-5268 فرمایش ماوندری در بسیار سپاسگزارم آقای توکلی عزیز. بدرود تا درودی دیگر. بدرود. خب خدمتتون گفتم که مقاله آقای مهدی قاسمی رو من دفعه پیش این مقدارش خوندن، حالا بقیه شو با اجازه شما میگم. اجازه بدید که یک یادآوری کوچیک بکنم از قبلش. البته مقاله خیلی مفصل، من یک قسمتاش علامت دادم. اشاره میکنه که در پاپ ها اولش اینطوری شروع میشه، اینطوری شروع نمیشه، از اونه که من علامت دادم اینجوری که پاپ ها مرکز درآمد چون این بود که در قرن 15 و بزرگون اوائل قرن 16 اوائل قرن 16 درآمد چون اینطوری بود که اینا می آمدن، یعنی میدونین اوائل قرن 16 یعنی 1500 خورده 1510 مثلا، یعنی در واقع میشه 500 سال قبل. پاپ ها می آمدن افراد رو می فرستادن به کشیش های میفرستن به شهرهای مختلف، از جمله کشیش اومده بود آلمان با یه صندوقی که مثلا لابد صندوق مهرمان بوده که فقط پول میتونست توش بندازی، نمیتونستی برداری، قفلاشو پاپ کلیداشو داشته، مردم به مردم گفته که شما پول بندازین تو تا پولتون سکتون سکه طلاتون بیفته اون تو بخوره به سکه های دیگه صدای جین بده، در همون زمان تمام گناهان شما پاک میشه، در بهشت براتون جا فراهم میشه. بعد این حرفا رو که میزده، البته در ایران هم الان امامزاده های سیار میبرن روی کامیونی، یه امامزاده درست کردن برن تو هر دهی روستای شهری جایی و با بلنگو میگن مردم که امامزاده اومد اینجا، شما میخواید گناهی چیزی دارید این تو پول بندازید گناهاتون بخشوده میشه. البته جمکران هم هست، قوام هم هست، امام رضا هم هست، پول بندازید شفا پیدا کن یا گناهات بخشوده میشه. یعنی اون کارهایی که اونها 500 سال پیش میکنن الان ما میکنیم. بعد این آقا که این کارو میکرده، این کشیشی که میاد تو آلمان، یک کشیشی بوده تو شهر آلمان به نام لوتر، که این لوتر خودش یک کشیشی بوده توی کلیسا، ولی از این کار پاپ خیلی رنجیده میشه، میگه آقا یعنی چی یه نفر پول داره بیاره بنزید تا پول انداخت گناهات بخشیده میشه؟ پس دیگه هم به خدا پولکیه، پول میدیم گناه میگه این کارهای بعد نکن، بعد ولی پول بدی میتونی بکنی. بعد
عصبانی میشه، نامه پاپو میندازه تو آتیش. خبر به پاپ میرسه، پاپ هم این از کلیسای کاتولیک طرد میکنه و این هم ارتباط چون با کلیسا قطع میکنه و مردم آلمان و بزرگان آلمان، یعنی مثلا فرض کنیم که حاکم اون شهر، حاکم اون شهر یا مثلا پادشاه مملکت یا اون دیگه، از دست پاپا ناراضی بودن، چون پاپا میخواستن که همه کارهای اینا رو زیر نظر بگیرن. حتی مثلا در فرانسه یک پادشاه فرانسه، ببخشید انگلستان، پادشاه انگلستان زن خودشو طلاق میده، به پاپ میگه که من زنم طلاق میدم، میخوام یه زن دیگه ببینم. پاپ میگه تو حق نداری این کارو بکنی. نمی اصلا در کاتولیک زن طلاق داده معنی نداره. اونم از پاپ میبره، میگه من خودم به رهبر کلیسا، تمام اموال پاپو میگیره. اصلا خاندان پادشاهی انگلستان سرمایه زیادی که دارن از این را دارن، تمام سرمایه پاپو گرفتن. مثل آستان قدس ما که هست دیگه، همیشه مردمان ساده دل پیدا میشن دیگه. در آن زمان 500 سال پیش در اروپا بودن، حالا در ایران هستن. هنوز ایران 500 سال معلومه که مونده برسه اون مرحله که این حرفا دیگه باور نکنه. و به این شکل این ارتباط این کم میشه، یه نهضتی به وجود میاد به نام پروتستانیسم، رفورمیسم. این از اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 به وجود میاد و این نهضت در همه علوم و دین دخالت اثر میذاره. و وقتی این اثر میذاره یواش یواش مطالب مختلف، حالا میرسیم میبینیم که چه چیزهای اتفاق میفته. حالا من این تیکش رو میخونم. حتی در قلب قرون وسطا نیست نشانه های ستیز با قدرت جهل پرور کلیسا جای جای به چشم می آمد، که سرانجام پیشتر اشاره کردیم که از قرن 15 هم با آغاز نهضت فرهنگی اجتماعی رنسانس بخت اظهار اندیشه در آن سامان به چنان بلندایی رسید که در برابر آن برای پاپا جز آن که زمان به زمان وابدن و گام به گام عرصه را به حریف باگذارن راه دیگری نماند. حالا یه جمعه پاپ کنونی فرانسیس به تنهایی از مظاهر برجسته این دگرگونی و بلکه دگرگیسی شناخته می شود، تا جایی که مثلا در قبال درخواست از او مبنی بر اعلام محکومیت روابط همجنسگرایان می گوید من که هستم که بتوانم بگویم فلان گناهکار است یا فلان گناهکار نیست. این یه صفحه دیگری از مجله، باز اون جاهایی که من سعی کردم کوچیک کوچیک تیکه‌های کوچیک بگم که مطلب رو هم برسونه. در واقع باور میکنم گاهی وقتا گستاد رو میخونم این کجاهاش رو انتخاب کنم. میدانیم سلسله صفوی در سال 905 هجری قمری پا گرفت و این مقارن است با آغاز قرن 15 میلادی، شروع رنسانس در اروپا. تأملی در همین تقارن زمانی ذهن ما را به یک واقعیت تلخ و اسفنگیز آشنا میکنن و اینکه دقیقاً از قرن مزدور پا به پای ظهور یک فضای نو و مستعد زایش‌های ذوقی و علمی در عرصه زندگی مردم مطلوب زمین، متأسفانه سرزمین ما را لجنزاری از انواع خرافه و آفت‌های مرگبار اندیشه در می‌گیرد. و به عکس در این سو، یعنی در ایران، یعنی در سرزمین های اسلامی و خاص در سرزمین ما، درست همزمان با چنین بلوغ پرشتابی که نصیب مردم مغرب زمین شده است، لاطائلاتی نظیر بهار الانوار در ده ها جلد
هلیت المتقین جواهر الولایه عین الحیات و جامع عباسی که هر یک مجموعی مجموعه است از هزاران خبر و حدیث مجهول و به نقل از پیامبر اسلام و امامان شیعه بازار پر رونق پیدا می کنند. زندیات دکتر عیسی صدیق یکی از کوشندگان راه آموزش پرورش جدید در ایران در کتاب خود تاریخ فرهنگ ایران از این فاجعه تصویر روشنی به دست می دهد. می نویسد در دوران صفوی جوانان با استعداد تدریجا همگی متوجه علوم دینی شدند و از رشته های دیگر چون علوم طبیعی و ریاضی و فلسفه و ادب عبور گرداندند و همین مسئله یکی از موجبات اصلی تأخیر و عقب‌ماندگی ما ایرانی ها در عصر جدید شد. گذشته از این در مسیر تعصبات جاهلانه بسی از متفکران و حتی عرفا جان خود را از دست دادن. کتاب هایی که برای ترویج عقاید شیعه به فارسی تألیف می شد به اندازه به جزئیات زندگی می برداختند و مردم را به رعایت احکامی که در آنها جمع شده بود فرا می خواندند که به طبع فرصتی برای فکر کردن به سایر الزامات زندگی فردی و اجتماعی باقی نمی ماند، چرا که راه های ابتکار مسدود و در عوض قوای دماغی نسل جوان به جمود و رکود و تهجر مبتلا می شد. حالا قبل اینجور نگم ببینیم، حالا در این بقیه این داستان برای بقیه اینجا مقاله میاد، میگه که این یارو گفتش که دوتا شهر هم در آسمان، یکی جابلقا یکی جابلسا. جابلقا مثلا این طرفیه، جابلسا اون طرفیه. در جابلقا یک شهری است که خوب گوش کنید، هزار تا دروازه داره، بر هر دروازه هزار تا پاسبان نشسته. حالا من براتون بگم، براتون یک چیزی بگم. ببینید، من یکی از بستگانم یه دختر جوان محصلی است، دانشجویی است که هم میره مدرسه هم کار میکنه، کار نیمه وقت داره، سر چراغ نور وایساده، یک کسی از پشت میاد میزنه بهش، بینه یارو رو عکسش میگیره، تصویرش میگیره، میبرن پلو بهشون میگن بابا این بینه پول بده نیست، برای که این بینه اولا یه بینه قلابیه، در سالی اسم پسری توش نیست، اسم پسری که به تو کوبنده نیست، اسم مادرشه. بعد کوی بیمه که برای خودش هم بوده، اون بیمه هم مثلا کسی که بیمه رو برای خریده این که نه خودش نه خریده، اونم مثلا صرف جویی اهمال کرده، بیمه خودش هم نمیتونه پول شده. حالا دختر میگه که من چجوری برم مدرسه، چجوری برم سر کار، باور میکنی که من دیشب خوابم نبود، یعنی مثلا اقلا دو ساعت این فکر منو گرفت که چیکار بکنیم. حالا شما فکر کنید یه جوان اون روزی بهش میگن یک توی آسمون اون بالا یک شهریه که هزار تا دروازه داره و به هر دروازه هم هزار نفر پاسبون نشستن، خب این چقدر باید مخش کار بندازه که اینو تصور کنه و فکر کنه. اصلا اگه باور کنه اینو، خب باور نکنه که خب دیگه مسلمان نیست دیگه، اما اگه باور کنه چقدر باید به مخش فشار بیاره که تصور کنه آخه چرا این شهر باید هزار تا دروازه داشته باشه؟ هر شهر یه شمال یه جنوب یه شرق غرب دیگه، هزار تا دروازه برای چی میخواد؟ در ثانی چرا بر هر دروازه هزار تا پاسبون نشسته باشه؟ خب این هزار تا دروازه هزار تا پاسبون این میشه یه میلیون نفر، این شهر چقدر جمعیت داره که یه میلیون نفر ازش پاسبانی میکنن؟ میدونی؟ دکتر عیسی صدیق میگه که آه اینقدر این دینشیه رو براش اصول و فروع و فلان گذاشتن که دیگه جای فکری نمون، دیگه کسی فکری نمونه که چیکار بکنه و ضمناً همه نقص های مستعد جلب علوم دینی شدن. چرا؟ چون علوم دینی در آینده پولسازه.
اونی در امریکا، در ایالات متحده امریکا که من هستم، یک بازی هست بهش میگن فوتبال، که ما باید بگیم فوتبال امریکایی چون مثل فوتبال نیست. این بازی توپ و پرت میکنن به دست، از دست دست به دست پاس میدن و هم دیگر وسط را با لباس های مثل ذره پوشی که پوشیدن میزنن و این کارها رو میکنن. برای یه نفر تو گول پرت کنه، یکی دیگه بتونه از اونه که میخوان جلوشو بگیرن فرار کنه، بره توپ بگیره و مثلا بره یه مقدار جلو. خب این بازی بسیار پولسازه، یعنی اون تیمایی که بازی کنن شانه به بازی کنن شانه میلیون پول میدن. خب طبیعیست که یک ورزشکار، یک جوان امریکایی اگه ورزش با کار باشه، از ورزش دوست باشه، میره دنبال این دیگه، نمیره دنبال مثلا فرض کنی والیبال که بلکه والیبال پول نمیدن، نمیره دنبال پینگ پونگ پول نمیدن، دنبال بسکتبال هم میره ولی بسکتبال هم منظور فوتبال پول نمیدن. حالا این بازی چرا پول زیاد میدن؟ تماشاگرها زیادن توی استادیوم، مثل مسابقه فوتبال ایران که استادیوم 100,000 نفری بود، استادیوم های 40,000 نفری، 50,000 نفری، 60,000 نفری که مردم میبینن. و ضمناً وقتی پخش میکنه از تلویزیون، چون بازی هر لحظه داور سوت میزنه، یک مکس کوتاه داره، در اون داور سوت میزنه، مکس کوتاه داره، یه آگهی پخش میکنن و میلیون ها نفر نشستن این بازی رو تماشا میکنن و میلیون ها نفر اون آگهی رو میبینن. و در اون سوپر بال که میگن که این دو تا تیم نهایی میرن با هم بازی میکنن، یکی قهرمان امریکا بشه، در اون سوپر بال مثلا هر فرض کنید، حالا این عددی که میگم عدد جدی ننیست چون من نرفتم کاغذ رو کنم، مثلا هر یک ثانیه مثلا $1,000,000 آگهیه، مثلا یه آگهی میگن 10 ثانیه طول میکشه، $10,000,000 آگهی میدن. و تازه این آگهی سراسری مثلا فرض کنید که کوکاکولا یا مثلا شورلت، یه آگهی محلی است. اون آگهی محلی تو هر شهری آگهی خودش میده، مثلا فرض کنیم که اینجا یک فرض کنیم که شبکه غذا فروشی مثلا پیتزا پاپا هست، مثلا 20 شعبه داره تو استان، پیتزا پاپا وسطش آگهی داره. حالا در همون لحظه همین دراز برق میشه دو دالاس میچن، یعنی یه سری آگاهی محلی، یه سری آگاهی سراسری برای پول فراوانی میگیرن دیگه. مثلا مجلسی محمد باقر یک فصل تمام از باب دوم هلیت المتقین را به این موضوع اختصاص داده است که انسان باید انگشتری خود را در دست راست بکند یا در دست چپ. مجلسی در کتاب علم الحیات خود به تأکید یادآوری می کند علم نافعی که سبب نجات می شود فقط توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول الله به ما رسیده است و از سایر علوم آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت و رسالت لازم است، مانند زبان عربی و صرف و نحو و منطق باید خوانده شود و غیر اینها یا لغو یا بیفایده و تضییع عمر یا احداث شبهه است، در ضمن که موجب کفر و ضلالت می شود. یعنی شما فیزیک، تاریخ، جغرافی، حساب، جبر، شیمی، پزشکی، علم الاشیا، ردبندی گیاهان، شان و برشناسی، این همه خوده، فقط شما باید کتاب قرآن رو بخونید و اون چی که محمد اومده و غیر از اینا اگر یه چیزی رو برای خوندن اینا فهمیدن اینا بخونید لازمه. یعنی مثلا صرف و نحو عربی رو بخونید، عربی رو یاد بگیرید که بتونید اینا بتونید بخونید. خب دیگه چه اختراعی، چه اکتشافی، چه کشفی؟ تمام اونایی که اختراع، اکتشاف و کشف میکنن همه رو گفتن اینا کافرن، تکفیرشون میکردن. بسیاری دانشمندان ایرانی کشته شدن.
در همان زمان که مجلسی افسانه جاهلانه جابلغا و جابلسا را در قالب حدیث می نوشت و به خورد نقص ها می داد، حالا این جابلغا اینا رو گفتم، اینکه در همین زمان در مغرب زمین کپرنیک ستاره شناس نابغه لهستانی نیمه دوم قرن 15 به رغم مندرجات کتاب مقدس ضمن دیه بر نظریه بطلمیوس اعلام داشت که زمینی که به نام مرکزی بی حرکت افلاک شناخته شده است علاوه بر این که به دور خود میچرخد به دور خورشید نیز گردش میکند. ببینید در اون زمانی که اون آخونده مردم رو به اون جوانها رو به اون خرافات میبردن در غرب کشف میکردن که زمین هم به دور خودش میکرده هم به دور خورشید و ثابت میکردن. تیکو براهی یک جدول های رصدانی کرد، کپرنیک و کپلر از اونها استفاده کردن و این کتاب ها رو نوشتن. از کتاب هلیت المتقین تألیف محمد باقر مهندسی از حضرت صادق علیه السلام منقول است که پیغمبری از پیغمبران به حق تعالی شکایت نمود از ضعف و کمی قوت جماع. پیغمبری به خدا شکایت کرد، پیغمبری از پیغمبران به حق تعالی شکایت نمود از ضعف و کمی قوت جماع، یعنی خود نمیتونم با زنها کار کنم. حق تعالی او را فرمود که حریصه، ترجمه کرد حریصه نوعی حلی بخورد. و در حدیث دیگر از آن اصل منقول است که خداوند عالم هدیه فرستاد. اینا رو فکر کنید واقعا باید بخندیم، هدیه فرستاد برای رسول الله، برای آقای محمد، حریصه ای از حریصه های بهشت که دانش در باغهای بهشت رویده بود و حوریان بهشتی به دست خود عمل آورده بودن. بابا هر دانه ای رو بکنی آب بدی آفتاب بشید اول میان دیگه، حوریان که میخوام میان نوازش کنن که دانه اون دانه بشه. و تازه این چه خدای بیحالی بوده، خدایی که تو تیراته میگه گفت آسمان ها بشید چونه، گفت خورشید بشید شد، گفت ماه بشید شد. این خدای حریصم بلد، یه علیم هم بلد نیست درست کنه. بعد به حوریا بگه تو خدا یه جمع شد این چیزی علیم درست کنه، حریم درست کنه، من میخوام به من برای پیغمبر. پس حضرت رسول صلی الله اون را تناول فرمود و قوت 40 مرد بر قدرت جماع آن حضرت افسوده شد و این چیزی بود که خدا میدانست پیغمبرش را با آن خوشحال میکند. من این نویسنده نشته از آگاهی و علم خدا به آن چی که پیغمبرش را به وجه می آورد بی تأمل نگذاریم. و این است اسلام عظیم و شیعه گرامی دیگه. من چیزی یادداشت نکردم، من گفتم بازم میگم، هیچ از من ایراد نگیرید که چرا تکرار میکنی. من از بچگیم تا وقتی بزرگ شدم شاید هزار بار داستان کربلا رو شنیدم، بازم برام میگن. در قدیم اگر شاه عباس میخواست به مردم مثلا فرض کنید که شیراز یه پیامی بده، یک رسولی بده، رسولهای میفرستاد به همه شهرها، گفت بگید به همه شهرها رسول هم ببینید کاغذی رو لوله کرده بود اینطوری، بعد کاغذ نرود معمولا چیز بود مثلا پوست آهوی چیزی بود روش نوشته بودن، لوله کرده بود یک چیز هم بهش بسته بود و
میمد مثلا توی فرض کنیم که شهر روستون مثلا حالا یا میمد تو شهر مثلا این سبز بار که من اونجا بده میامدم میمد یه جاکچه میامدن تو خیابون دور 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 دام 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 بعد فریاد میدونن بعد میگفتن که جمعه ساعت پلان بیه پلان جا شاهنشاه براتون پیام فرستادن بعد اینها جمع شدن اون رسول میگفت من رسول شاه عباس هم باز میکرد اونو گفت حضرت شاهنشاه آل قدر دستور فرمودن که از این بعد مثلا فرض کنید که با مردمان مثلا یهودی مهربان باشید و آنها را آزار ندهید یه چیزایی دیگه اما اینکه بخوان این کار بکنن آقای اوباما که رئیس جمهور امریکاست میگه آقا من فردا توی تلویزیون و رسانه ها ظاهر میشم میخوام برای مردم امریکا حرف بزنم همه این که علاقه من بشه میشین اونجا بیدن چی میگه یعنی خدا به اندازه آقای اوباما هم قدرت نداشت یعنی خدا دست پاچولفتی یعنی دست پاچولفتی نه علیل بودی یعنی نمیتونست خود چه حرفی که به من بزنه چطور خدا به خروسا یاد داد گفت هر وقت خوشید میخواد در میاد چه بگید غل غل کنی چطور خدا به پرنده ها یاد داد چه جوری لونه درست کنن چطور خدا به پرنده ها یاد داد که مثلا فرض کنی که چجوری بچه شما مراقبت کنن کبوتر ها زن و مردن وقتی میخواد بچه دار بشه یه مدت زنه رو تخمه میخواد یه مدت مرده بعد که درست میشه میرن پدر و مادر میرن غذا میخورن توی اون چین و دونشون غذا رو خمیر مانندش میکنن خمیر مانندش میکنن میان دم لانه بچه ها دونه دونه دهنشون رو وا میکنن اینا غذایی که خوردن آمادش کردن میریزن تو دهن اینا اینا کی بهشون یاد داده پیغمبر اومده یک کبوتر اومده گفته من اسمم کبوتر پیغمبر است از جانب خدا آمده اینم کتاب من است همچی چیزی که نبوده که اینو خدا تو ذهن اونا کار کرده گفته این کارو بکنید من گفتم خدا اون خدایی که تورات میگه قرآن میگه مسیح میگه اینه نه اون نیرو گفته اسم میتونیم پاورمان اون پاورمان به کبوتره گفته که این کارا رو بکنید خب اگه من آبود که ما هم صبح باشیم نماز بخونی خب به همه مردم یک کارم کرد که قبل از اینکه خورشید در بیاد اوتوماتیک باشن خوابشون دیگه نبره با اوتوماتیک برن آب پیدا کنن وضو بگیرن اوتوماتیک نماز بخونن یعنی خدا یا اون پادربان وقتی یه چیزی رو به یک موجوداتی از بدون پیغمبر یاد داده یعنی وقتی به ما رسید فلج شد دست به تلفتی شد معلول ذهنی شد آقای عطابمنش مربی بزرگ فوتبال که من خیلی دوستش داشتم هم فوتبال همه ورزش‌ها رو قشنگ تفسیر میکرد به خصوص فوتبال و کشتی رو شنیدم که دیگه قدرت الزایمر گرفته دیگه هیچ کسی نمیشناسه هیچ کسی هیچ چیزی رو به یاد نمیاره خدا مگر اونجوری بود که محمد اومد در طرفش حرف زد یعنی که خودش میتونست همونطوری که یه ماهی من داشتم بلک ویکتیک یه همچه اسمی داشت زن و مرد بچه میزاییدن بچه یه لونه گشتونم یه چیز صدفتوری گشتونم اینا فکر میکنم اونها لونه شونه میبردن بچه هاشون بیرون ریز باورتون نمیشه میگه یه ببینم این ماهیه وقتی که آب دانشون میده بیرون مثل که تو هوا مه بشه مه میشه یعنی تو آب مثل که بخار شد خوب دقیق که نمیدم دونه ها رو میخوره یه جوی خورد میکنه فوت میکنه بر بچه هاش بعد که میخواست بچه ها رو بره تو لونه پدر و مادر دوتا اینا رو میکردن تو درنشون رو بردن تو لونه اون تو میخوابیدن صبح میکردن تو درنشون رو بردن بیرون یکمی که بزرگ شده من بکردم که ممکنه که نره این بچه ها رو بخوره چون معمولا مایا نره اول شروع میکنه بچه ها رو خوردن نره رو انداختم یه طوری گذاشتم اونور مادره رو و بچه ها رو برد باورتون نمیشه من کاش که دوربین مخصوص فیلم برداری توی آب داشتم خب این کار
که میتونه این مایه رو بگیره همین آزمایش تکرار کنه. این مره از اون لبش رو چسبونده به این تولیه، این مادره و همه بچه ها که مثلا 30 تا بچه بودن همه لبشون چسبونده از این به تولیه. خب این رو آیا مثلا خدا برای این مادره پیغمبر فرستاده؟ آن خدا بخواد یه چیز به من بگه باید بیاد یه آخوند به من بگه، باید آقای خامنه‌ای بیاد بگه، آخوند رضاییه یا ارومیه حسنی حرفای خنده‌دار میده. گفتش که بعضی زن ها مثل اتوبوس هم همه میتونن سوارشون بشن، بعضی زن ها مثل تاکسی هم فقط چند نفر میتونن سوارشون هم. زن من مثل خره فقط من میتونن سوارشون. بعد لیست نوانده رو میگره، گفتش که خدایا این لیست خوبه؟ بعد دقیقه همینطوری میگن، بعد میگن خدا گفت خوبه. آخه آدمی که این حرف رو باور کنه باید اینجاش اشکال داشته باشه. اجازه رو ببینیم زنگ تفرید چی داری؟ به طلبه رو میگن خسته نباشی، میگه اگه باشم چه غلطی میکنی؟ ولی جواب خوب بود جواب برنامه برنامه میگه خسته نباشی، یا میگه خب حالا من خسته باشم تو چکام کنی؟ یه نفر یک ایرانی که یه پسر بچه جوانی بود که فارسی یاد گرفته بود، یه نفر مادرش من کی یا کسی بهش گفت دست درد نکنه، گفت نه دستم درد نکنه. طلبه داشته یکی رو بد جوری میزده و هی طلبه داشته یکی رو میزده و هی داد میزده کمک کمک. بهش میگم بابا تو که داری اینو میزنی چرا کمک میخوای؟ طلبه میگه آخه گفته اگه بلنشم مهد میکنم. طلبه از ژاپن در میگرده، بهش میگه اونجا مشکل زبان نداشتی؟ میگه که من که نه اما اونجا مشکل داشتن. آره من خانه پدرش یادش زنده باشه همیشه، گفت این مثلا یارو رو میگفت میگه زبانم که حالیش نمیشه که. حالا خودش خب انگلیسی نمیدونست دیگه. یارو میگفت تو خیابون هفته یارو کشیده از من پولم خواسته، من گفتم من ندارم اینو ولم کرد. بهش گفتم آها، گفت پولتو به من بده چی گفت؟ به طلبه میگه میزان تحصیلات، میگه PhD. میگه این ساختم طلبه به این کار باشتیم، میگم داری که الله دکترا داری؟ میگه نه بابا، پست های سکول بی دیفیکالتی، passed high school with difficulty, PhD, passed high school with difficulty. طلبه به نامزدش میگه که چهارشنبه به چهارشنبه دیره که هم دیگر رو ببینیم، بیا دوشنبه به دوشنبه هم دیگر رو ببینیم. به طلبه میگن که اگر حالت تعو به دست بده چیکار میکنی؟ میگه چی منم باش درس میدارم. اینم از این، اینم از این که بذارم اینجا. خب خب به شما یه قول دادم که درباره رویداد 28 مرداد کنار رفتن آقای دکتر مصدق و جانشین شدن آقای زاهدی براتون از روی مدرک و اینا بگم. یه مقدار گفتم یک کمی فکر کنم 10 دقیقه فرصت لازم باشه که به پایان رسونم، میذارم برای لحظه دیگه حتما بهتون میگم. از این مطالبی که قبلا تایید کردم یه مقدار از اونها رو
ادامه بدم در برنامه. یک بانوی ایرانی نایب قهرمان یعنی نفر دوم شطرنج جهان شد. شوخی نمی کنم، ایران نشده، آسیا نشده، نایب قهرمان جهان شد. اینم عکسشه، چه خانمی خوش صورتی هم هست. حالا قدیم میگفتن من باید بگیم به چشم دختری دیگه، ما هم چیز خواهر این به این گذاشته. بله این خانم شرح حالش خیلی جالبه. خانم اشرف شریعه دار نایب قهرمانی در مسابقه جهانی گرانپری شطرنج بانوان جایزه قابل توجهی رو نصیب خود کرد. حالا این خانم سارا خادم شریعه در دور اول گرانپری در موناکو بدون برد به کار خود پایان داد. فهمیدی چی شد؟ این دو دور بوده، دور اولش در موناکو اروپا انجام شده. در موناکو این خانم همه شرطنه بازی رو باخت، بدون برد به بازی پایان داد. پدر من میگفت من با تختی میتونم کشتی بگیرم، ولی مثل توپ میخورم زنم. اما در مرحله دوم که میزبانی ایران برگزار شد توانست با 4 پیروزی 6 تساوی و تنها 1 شکست به نایب قهرمانی رقابت ها برسد. جایزه که گرفته 7500 یورو بهش جایزه دارن. اینم از این خانمی دارن جالبه. البته اینقدر ایرانی ها در جاهای مختلف مقامات بالا میارن که اگر مثلا من بخوام بیا این را بخونم باید یه دفعه همه برابر اختصاص بدم. نهیم آقایی به نام اینفانتینو رئیس فوتبال جهانی شد، رئیس جدید فیفا شد. نکسشه. حالا رقیبی که با این می اومده و با این به اصطلاح منظورم که در رقابت بوده شیخ سلمان بوده که از شیخ نشینا بوده. البته شیخ سلمان در دور اول رقابت اینا با هم رقابت داشتن. چند نفری دیگه هم بودن، مثلا 4 نفر بودن در رقابت هم. اون 2 نفر اینا بیشتر رای آوردن، اون 2 نفر دیگه که یکی پاچه اردنی بوده یکی دیگه کم رای آوردن و اون 2 نفر از مبارزه کنار رفتن. در دور نهایی ببین شیخ سلمان و این آقای بوده، ننوشتم اهل کجاست، و ایشون بیشتر رای آورده و شیخ سلمان خیلی گله کرده. میدونی گلش چی بوده؟ اولا مثلا ایران مثل که بهش کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال مثل که قول داده بوده به تو رای میدیم. بعد این آقای اسمش هم سخت یادم میره، آقای اینفانتینو میاد به ایران با مقامات فوتبال ایران گفتگو میکنه و این متوجه میشه مقامات ایران که این آقای اینفانتینو 6 زبان رو قشنگ صحبت میکنه. بعد میگه شیخ سلمان هنوز انگلیسی هم بلد نیست، انگلیسی حرف میزنه، اینا میگن ما نمیفهمیم درست چی میگه. بعد دیگه به هر حال ضمناً پیش خودتون فکر میکنم مقامات ایرانی اگر از شیخ نشینا بشه به هر حال با ایران خوب نخواهد بود. رأی یه وقت برام خود شیخ نشینا رأیش رو میدن به این اینفانتینو و در نتیجه اینفانتینو میشه و شیخ سلمان خیلی ناراحت میشه، میگه با من نامردی کردن. حالا بگذاریم دیگه. این برنامه امروز بود. من براتون شادی و پیروزی آرزو میکنم. شما رو به خرد خودتون میسپارم. یادتون باشه که مزدا مشیار و مشیانه رو خلق کرد، گفت از روی خردتون دنیا رو اداره کنید.
نگفت این سیب گذاشتم خیلی هم سیب قشنگ باشه، خوشبو هم باشه، اینا هم حوض کنن این سیب رو بخورن گرسنه‌ش نباشه بگه نخورید. گفت نه، بر اساس اول مساوی مشیه و مشانه مردوزن مساوی، بر اساس خردتون دنیا رو اداره کنید. و ضمناً اصولی رو میگم، شاد زیستی، شاد زندگی کنید، شیعه همش میگه گریه کنید، میگه آبادسازی کنید. مونیا میگن آقا اصلا تعلق نداشته باشید، بودایی ها میگن تعلق نداشته باشید، درویش ها و صوفی ها میگن تعلق نداشته باشید. این میگه آبادسازی کنید، خونه درست کنید، جاده درست کنید، باغ درست کنید. بعد هم میگه که من با بدی ها در جنگم، بیاید به من کمک کنید بجنگیم. در حالی دوستان باهایی ما میگن ما اصلا کار نداریم، ما به سیاست کار نداریم. یعنی دیگران در تکلیف شما رو معلوم کنن. شما اگه برادرتون تو ایران چوب بهش زدن با چوب تو سرش، شما میگه من کاری ندارم چون این سیاست ما در سیاست دخالت نمیکنیم. زردوش میگه بیاید به من کمک کنید با بدی ها بجنگیم، یعنی بیاید در سیاست دخالت کنیم. برحال من هیچ دینی رو قبول ندارم، هیچ کسی رو قبول ندارم از جانب خدا اومده. ولی زردوش یه فیلسوف بزرگی بود که فلسفه اونو باید سرمش خودم کنیم. به نظر من باید با این فلسفه به جنگ بدی ها بریم و خوبی ها رو بیاریم بالا. یه بار دیگه شاد و پیروز باشید و خردتون رو خدای خودتون بدونید.